خب درود میفرستم خدمت همه دوستای خوبم. امروز دوشنبه، صبح دوشنبه 15 ماه جون هست با یه برنامه دیگه در خدمتتون. طبیعت به این زیبایی، به این قشنگی، حیفم اومد که در اینجا یک سری از برنامه رو اینجا ضبط نکنم، همش برم داخل آفیس و استودیو. بودم یک سری از برنامه رو در فضای آزاد که جای شما خالیه، واقعا اگه اینجا بودید سراسر میتونم بگم زیبایی، نشاط، یه تیکه از بهشته. خیلی زیباست، انقدر اینجا سکوت حاکمه. البته الان یه هواپیمایی داره رد میشه، صداش داره یه نموره میاد، ولی خب صدای شما اینجا، پرنده ها رو میشنوید، عرض به حضورتون صدای بیشتر پرنده ها و کلن. حالا یه موقع ما اینجا شغال هم داریم، گهگداری موقع این شغالی رد میشه و بعد یه رودخونه و پایین داریم، خیلی با صفا صدای آب میاد. به قول شاعر، سکوت سرشار از ناگفته هاست و سکوت نشانه رضایت است. هرچی که هست، به هر حال خیلی طبیعت خیلی قشنگیه. حالت نزدیکی ما یه خیابون هست، گاهی صداش، صدای ماشینا میاد، ولی خب خیلی خیابونی پرترددی نیست. anyway خواستم امروز راجع به پدر و مادر صحبت بکنم، به خاطر اینکه امروز اولین برنامه‌ای که در فضای باز دارم ضبط میکنم در خدمتتون هستم. گفتم که چه چیزی بهتر از پدر مادر، به خاطر اینکه خب همون جور که این جهان هستی، این طبیعت زیبا یه خالقی داره، یه پروردگاری داره، همه ماها یه خالق داریم. یعنی شما انسانی روی زمین، هیچ موجودی روی زمین نمیبینید که یک آفریدگار جسمی، به اصطلاح یه آفریدگار بعد از اون خدایی که حالا همه ماها اعتقاد بهش داریم یا نداریم، بعد از اون خدا، ولی یه خدایی که همه ما بهش اعتقاد داریم، اون پدر و مادر هستن، خالق ماها. پدر و مادر به نظر من با ارزشترین اشخاصی هستن که ما تو زندگیمون داریم. از لحظه ورودمون به این دنیا، به دنیا آمدنمون، زاده شدنمون، میبینیمشون و تا لحظه خداحافظی. حالا اینکه خداحافظی در واقع چه شخصی میکنه، کی زودتر از این دنیا میره، اون سرنوشته. یه موقعهایی پدر مادرها داغ داره عزیزاشون، فرزندانشون هستن، یه موقعی فرزندان از پدر مادری رو دست میدن. بعضی عزیزانی هم هستن که قبل از اینکه به دنیا بیان، در همون ورودشون پدر مادرشون رو دست میدن یا پدرشون رو دست دادن وقتی به دنیا اومدن. اونا دیگه خیلی براشون سخت‌تره که پدر مادرشون رو حتی ندیدن. طالب این موضوع فکر کردین، خیلی ها هستن که پدر و مادرشون رو در لحظه به دنیا اومدنشون هم ندیدن، نبودن کنارشون، چه برسه به اینکه بزرگ شدن و شاهد لحظات خوش زندگیشون بودن باشن. خواستم بگم که پدر و مادر خیلی عزیزن، قدرشون رو بدونید. نمیخوام نصیحت بکنم، کسی نیست، من فقط راجع به موضوعات مختلف برنامه درست میکنم، با شما به اشتراک میذارم. یک برنامه ساز اینترنتی هستم، اون چیزی که حس درونی من رو فقط میارم جلوی دوربین، همین، به هیچ جا وابستگی ندارم. شما مگه میتونی این طبیعت، به این زیبایی، به این قشنگی رو ببینی؟ بعد غیر از خالق این زیبایی به جای دیگه وابسته باشی؟ محاله.
غیر از خدا شما به بنده خدا وابسته باشی، به گروه و حزب و سیاسی و همه اینا میان و میرن. پدر و مادر از دید من وقتی با دوستانم صحبت میکنم یا وقتی خودم به هر حال یه موقع میشنم فکر میکنم میبینم، برای من خدا پدر مادرم هستن. یعنی پدر مادر من حکم خدای منو دارن. خدا یعنی خالق، کسی که خلق میکنه. حالا شاید بعضیا به شوخی حالا فکرای بعد بکنم، مثلا بگم ای اوکی لحاظ اوکی سکسی پدر مادر اینا خالق اوکی، مهم نیست. ما که اون خدایی که توی اون به اصطلاح ازش گفته میشه که ما نمیدونیم اون چه جوریه که، ولی پدر مادر رو میدونیم. پدر مادر خالق ما هستن. هر فکری راجعش بکنی، هر برداشتی بکنی، پدر و مادر خالق ما انسان ها هستن. ما خودمون یه روزی پدر مادر میشیم. خب یا اونایی که شدن میدونن من چی میگم، من نشدم، ولی اونایی که شدن میدونن که منظور چی هستش. خالق، پرستش خالق واجبه، حتی اگر پدر و مادر خوبی نداشته باشید. همینو شاکر باشید. همین یه نکته که دارید نفس میکشید به واسطه اون عزیزانه. از هر برداشتی، شاید بعضیا میگن اوکی خیلی معذرت میخوام، چه میدونم مقایسه میکنن. حالا میگم اصلا من نمیخوام تو این برنامه تو این روز قشنگ حرفای منفی بزنم، ولی شاید بعضیا بگن اوکی مثلا چند تا بچه دارن فلان دارن یا چه میدونم این که نشد پدر مادری. بله، پدر مادر خوب یک مقوله دیگه است، تربیت خوب فرزند یک داستان دیگه است، ولی من دارم راجع به خالق صحبت میکنم. خالقی که باعث قدم گذاشتن ما در این دنیا شده که لذتی که از این دنیا میبریم. به هر حال همه ما، حتی اونایی که سختی کشیدن، حتی اونایی که در بدترین شرایط مالی بودن، به هر حال یه لحظات خوشی از این زندگیشون داشتن دیگه. یه کسی شاید بگه نه من اصلا نداشتم. نمیشه. حتی اگر یک بار شما یک لحظه خوش تو زندگی داشتی، حتی اگر یک بار شما آقا سکس کردی، اگر شما با یه شریک جنسی دیو اصلا با یک هر شخص اصلا دوستش هم نداشتی، یه سکس داشتی، یه لحظه خوب تو این دنیا داشتی دیگه. و دیگه از این واضح تر، خب اون لحظه خوبی که تو دنیا داشتی باعثش خداهای شما هستن، باعثش پدر مادر شما بودن. از این دید تا حالا نگاه کردید؟ به هر حال چیزی که میخوام خدمتتون عرض بکنم، من خودم شخصا خب پدر مادر خوبی دارم، خدا حفظشون بکنه، البته پیش من نیستن، در ایران هستن، من خودم خب در لس آنجلس هستم، مدت 5 سالیه بودن. ولی چیزی که میتونم از تجربیات شخصیم بگم، همیشه دعای خیر پدر مادره و همیشه این که شما دوست داری که توسط آدمهایی بیشیل پیله بدون شرط، بدون نفرت دیده بشی و به عشق ببرزن. بذارید یه جور دیگه بگم، شما وقتی که کارهای خوبی در این دنیا میکنید یا مثلا درس میخونید یا اگر تو کارتون موفق میشید یا هر چیزی خوبی که تو زندگیتون پیش میاد، دوست دارید اینو با یکی به اشتراک بذارید، اینو دوست دارید یکی ببینتتون، دوست دارید یکی تشویقتون بکنه. انسان هیچ کاری رو برای خودش نمی‌کنه. ما فرق ما با موجوداتی که تو این دنیا هست اینه که ما زندگی اجتماعی داریم. حتی من همین ویدیو رو میتونستم بگم برای خودم میگیرم. خب این ویدیو رو من برای خودم میگیرم، خب که چی بشه؟ خودم برای خودم ویدیو بگیرم؟ به عنوان یک انسان اجتماعی ویدیو رو دارم درست میکنم، این برنامه رو که با شما شیر بکنم، نظراتمو با شما به اشتراک بذارم. درسته؟ پس
اینه فرق در واقع، این که میگن انسان اشرف مخلوقاته. حالا همینجوری هی بحثا به همدیگه گره میخوره، ولی در نهایت میخوام بگم که پدر و مادر حداقل برای خود من مهمترین اشخاص زندگی من هستن و بعد از اون خانواده. خانواده حتی اگر همونی که میگه من مثلا پدر مادرم رو از دست دادم، مثلا من خانواده خوبی نداشتم یا هر چیزی، به حال خودش صاحب خانواده میشه، خودش زندگی تشکیل میده. مهم نیست انسان چه چیزایی رو از دست میده، ولی در قبال چیزهایی که شما همیشه از دست میده چیزهایی به دست میاری. حتی آدمهای، حتی همون دیکتاتورها، حتی همون آدمهای بد، حتی آدمهای شرور، بازم اونا هم در زندگیشون چیزهایی برای پرستیدن دارن. حتی همون افرادی که تاریخ رو عوض کردن و آدمهای منفوری بودن در طول تاریخ، حتی شاید از کجا معلوم، شاید اونا پدر مادر خوبی داشتن، شاید اونا بیشتر از من و شمایی که شعاری حرف میزنیم عاشق پدر مادرشون بودن. خودشون بد بودن ولی شاید عاشق پدر مادرشون بودن. این میتونه باشه به هر حال. پس عاشق پدر مادر بودن، علاقه به پدر مادر داشتن، مادر داشتن و همینطور قدردان زحماتشون بودن برای هر کسی میتونه باشه. فرقی نمیکنه که من آدم خوبی باشم، من آدم بدی باشم، من کی باشم، ولی اونا منو دوست دارن، اونا منو عاشقانه دوست دارن و منم باید سپاسگزار این دوست داشتن باشم. امروز یه حس خوبی داشتم تو این فضای قشنگ که خواستم با شما در میون بگذارم و بگم که عاشق پدر مادرهامون باشیم، قدرشون رو بدونیم تا زمانی که هستن، تلاش بکنیم بهترینمون رو براشون انجام بدیم. چیزی غیر از این که لبخند رو لبه یه فرزند باشه برای پدر مادر قشنگ نیست. هیچ پدر مادری رو من تا حالا ندیدم، حتی نوع همونایی که شاید یه عده بگن پدر مادر خوبی نبودن، که راضی باشن بچه هاشو شاد نباشن، موفق نباشن. حتی همونایی که حالا نمیخوام بحثو میگم ببرم سمت مسائل دیگه، ولی همون حادثه‌ای که چند هفته پیش در کشور ما اتفاق افتاد، پدری دختری رو به اصطلاح کشت، حتی همون پدر از سر جهل و نادونیش این کار رو کرد، ولی بازم در صحبتاش مثلا گفته بود که دوست داره، عاشق دخترش بوده قبلش، فقط به خاطر جهل و مسائل مذهبی و مسائل اینچنینی این کار رو کرد. ولی به طور کل اینجوری نبوده که مثلا بگیم بچه‌شو اصلا هیچ وقت هیچ کس دوست نداره. حالا یه مواردی هم البته پیدا میشه. ببینی هیچ چیزی مطلق نیست تو این دنیا. خب هیچ چیزی مطلق نیست. یعنی آدم هایی هستن که در واقع انسان هایی هستن که شما میبینی حتی به بچه خودشون رحم نمیکنن. ببینی اینا هست، اینا رو هممون میدونیم، ولی دنیای به این قشنگی به خاطر یه عده‌ای ناچیز خراب نمیشه، زشت نمیشه. دنیای به این زیبایی اگر توش 1,000,000 آدم خوب باشه، اندیشه خوب باشه، پدر مادر خوب باشه، حالا توی 1,000,000 یه پدر مادر بد باشه، به هر حال چیزیه که پیش میاد، یه چیزیه که هست. ولی در مورد انسان‌های سالم، در مورد انسان‌های با تفکرات مثبت و سالم و نرمال میتونم به جرئت بگم 100% چیزی جز به عشق به فرزند برای پدر مادر وجود نداره و وظیفه ما فرزندام اینه که قدرشون رو بدونیم تا زمانی که هستن قدردانشون باشیم، کاری میخواییم براشون انجام بدیم. بعضی اوقات به قول معروف زود دیر میشه، ولی وقتی دیر بشه دیگه کاری نمیشه کرد. شما نگاه بکنید
خب ما چند روز قبل بانو مرجان رو از دست دادیم، ایشون یه مادر بودن و همینطور مادر بزرگ و همینطور عزیز دیگه ای رو باز از دست دادیم. سال گذشته، سال 1398 خورشیدی که مثلا 2019 بود، خب سال بدی بود برای مملکت ما. خیلی از پدر مادرها عزیزانشون رو از دست دادن در راه مبارزه با برحال دیکتاتور. خیلی از پدر مادرها داغدار شدن، ولی خب خیلی از فرزندانم داغدار پدر مادرهاشون شدن در این جریان، ولی خب به هر حال کاریش نمیشه کرد، دنیا همینه. این درختی که طبیعتی که اینجا هست، چه من باشم چه نباشم، هر کدوم از ما چه کارهای خوب یا بد انجام بدیم، به هر حال این طبیعت، این دنیا به همین شکله. ماها نمیتونیم جلوی زمان رو بگیریم، جلوی تاریخ رو بگیریم، جلوی تغییرات در این دنیا رو بگیریم، ولی میتونیم جلوی بی‌حرمتی رو بگیریم، جلوی بی‌احترامی به پدر مادر رو بگیریم، قدرشون رو بدونیم. من نمیگم من فرزند صالحی بودم، من فرزند خیلی خوبی بودم، همیشه فرزند خوبی بودم، نه، منم به هر حال اشتباهاتی داشتم، منم به هر حال یه موقعی بدخلقی میکنم، طبیعیه، ولی ته دلم عاشقانه دوستشون دارم، ته دلم نفس میکشم فقط به عشق پدر مادر و خانواده. هیچ کس غیر از خانواده خود انسان ما رو دوست نداره، حالا اون خانواده پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، افراد درجه یک. به هر حال anyway، مرسی که با من همراه بودید. اگر از برنامه ها یا به هر حال صحبت احساس میکنید یه نکته خوبی توش از توش در میاد، یا احساس میکنید که به هر حال این فرصت رو دارید به من میدید که من بتونم برنامه های خوب و حرفه‌ای درست بکنم در آینده، اگر احساس میکنید که من در آینده میتونم یک برنامه ساز خوبی باشم، این برداشت رو میکنید و این فرصت رو به من میدید، خواهشی که میکنم عضو کانال یوتیوب من بشید، منو حمایت بکنید، و اگر هر کدوم از ویدیوها رو که دوست داشتید شیرش بکنید در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک. به هر حال مرسی از همتون، دم همتون گرم، قدر پدر مادرها رو بدونیم، خدا حفظشون بکنه، اونایی هم که در این دنیا نیستن روحشون شاد و بقای عمر شما باشه. تا درودی دیگر، بدرود.